خب با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، با درس نرم افزارهای مهندسی عمران در خدمتتون هستیم که برای بچهای دوره کارشناسی ارشد مهندسی سازه ارائه شده. هدف از ارائه این درس در واقع پوششی بر در واقع استفاده از روش‌های عددی و استفاده از نرم افزارهای مرتبط با تحلیل سازه هستش که احساس میشد که استفاده از این نرم افزارها یک به صورت یک خلایی هستش که دوستان کارشناسی ارشد با اون مواجه هستند. بنابراین ما تو این درس که برخلاف اون چیزی که در دوره لیسانس داشتیم، که این درس در دوره لیسانس در مورد کار با نرم افزار ایتبس بود، یعنی ما در دوره لیسانس در واقع یک پروژه ساختمانی، حالا یا فولادی یا بتونی رو، یعنی کلن آموزش ایتبس بود که انجام میدادیم تو درس نرم افزار مهندسی عمران. ولی تو این درس نرم افزار مهندسی عمران که در دوره ارشد هستش، به هیچ وجه ما روی ایتبس کار نخواهیم کرد و اصلی ترین هدف ما تحلیل سازه است که به صورت عددی میخواهیم انجام بدیم. پس اصلی ترین هدف این درس چیه بچه ها؟ تحلیل سازه به صورت در واقع عددی هستش، یعنی به صورت محاسباتی هستش. بر این مبنا بچه ها روشی که ما استفاده خواهیم کرد روش ماتریسی تحلیل سازه است. پس روشی که ما در واقع استفاده خواهیم کرد روش ماتریسی هستش. روش ماتریسی یک روشی هستش که معمولا در درس تحلیل سازه های دو دانشجویان کارشناسی پیوسته مهندسی عمران میخونن. حالا ممکنه بعضی از دوستانی که اینجا تشریف دارن کارشناسی ناپیوسته باشن، حالا دوستان کارشناسی ناپیوسته این درس رو پاس نکردن، ولی خب به هر حال ما یک پایه از این رو بهتون خواهیم گفت و بهتون میگیم که این تحلیل ماتریسی سازه به چه صورتی هستش. خب این در واقع تحلیل ماتریسی سازه رو ما در سه نرم افزار به شما توضیح خواهیم داد و یک جوری پیوسته هستش، درسته در سه نرم افزار مجزا هستش، ولی مباحث یک جورایی پیوسته هستش و یک جورایی نرم افزارها از اکسل، متلب و اوپنسیز که سه تا نرم افزار هستش به ترتیب برای تحلیل سازه پیشرفته تر خواهند شد. یعنی ما از نرم افزاری که برای تحلیل سازه ضعیف‌تر هست کم کم به سمت نرم افزاری که برای تحلیل سازه پیشرفته تر هستش در واقع کم کم در واقع به این صورت پیش خواهیم رفت. خب همونجوری که عرض کردم خدمتتون، این درس درسته که اسمش نرم افزارهای مهندسی سازه است، ولی خب بر روی نرم مهندسی عمران هستش، ولی بر روی نرم افزارهای مهندسی سازه در واقع متمرکز هستش. یکی از اصلی ترین قسمت های مهندسی سازه، یعنی این عبارتی که اینجا نوشتیم در واقع نرم افزارهای مهندسی سازه بچه ها مربوط به تحلیل سازه است. تحلیل سازه، حالا شما در واقع استاتیک خوندید تو دوره کارشناسی، مقاومت مساله خوندید، احیانا تحلیل سازه یا مکانیک ساختمان رو خوندید بچه های ناپیوسته، به هر حال یک چیزهایی در مورد تحلیل سازه میدونید، ولی شاید به صورت سیستماتیکی که بتونید یه نرم افزار، یک سازه بزرگ رو بتونید تحلیل کنید و یا بررسی کنید رو فعلا انجام ندادید. روشی که به صورت سیستماتیک و منظمی که هر سایز و هر تعداد عضو سازه رو بتونه تحلیل کنه، یک روشی هستش به اسم فاینت المنت متد، روش تحلیل در واقع اجزای محدود. این روش تحلیل اجزای محدود رو حالا انشالله در ترم
ترمای بعد خواهید خوند، یک روشی هستش که به صورت عمومی هر نوع سازه‌ای رو میتونید در واقع باش تحلیل کنید. ما تو این درس در واقع یه جورایی یک همین روش ماتریسی تحلیل سازه رو بهتون میگیم، در واقع یه جورایی داریم همین روش فاینت المنت متد رو داریم بهتون میگیم، روش اجزای محدود. روش اجزای محدود چیه؟ روشی هستش که یک سازه بزرگ رو تبدیل میکنیم به قسمت‌های کوچیک. مثلا یک سازه‌ای که فرض کنید از ستون‌ها و تیرهای مختلفی تشکیل شده، هر تیر هر ستون رو تک تک اونها رو جدا میکنیم، ماتریس سختی رو براش مینویسیم واسه هر عضو، و بعد از طریق ماتریس سختی هر عضو ماتریس سختی تمام سازه نوشته میشه، و از طریق اون ماتریس سختی میایم یه دفعه تغییر شکلها رو در سازه به دست میاریم، و از طریق تغییر شکلها نیرو داخل اعضا، لنگر داخل اعضا، تنش، کرنش، اینها رو داخل اعضا به دست میاریم. همین که بچه ها ما بتونیم نیروها، تنشها، لنگرها رو داخل اعضا به دست بیاریم، میگیم سازه تحلیل شد، سازه تحلیل شد. خب این تحلیل کردن سازه به چه دردی میخوره؟ معمولا از تحلیل سازه ما میریم طراحی سازه رو انجام میدیم، یعنی میخوایم بگیم که آقا آیا این عضوی که اینقدر نیرو داره میتونه تحمل کنه یا نه. این کلن اصل در واقع اون چیزی هستش که در واقع مهندسی سازه ما با اون مواجه هستیم. بنابراین تحلیل سازه یک قسمت مهمی از روند و پروسه طراحی سازه هستش. پس ببینید بچه ها، ما بدون این که وارد جزئیات درس فاینت المنت بشیم، اجزای محدود بشیم، این درس اجزای محدود رو ترم بعد همون جوری که عرض کردم میخونید، بدون این که وارد جزئیاتش بشیم، یعنی نمیگیم که این خود این فاینت المنت مثلا چیه، خودشون یه سری معادلات داره و که اینا رو سر موقع خودش میخونید، بدون این که وارد این جزئیات بشیم، ما نحوه تحلیل سازه رو به صورت خیلی روانی انشالله سعیمون بر اینه که به شما بگیم. خب نرم افزارهایی که برای تحلیل سازه وجود داره انواع نرم افزار هستش. اولین دسته نرم افزارها که نرم افزارهای خیلی قدرتمند هستش و هر نوع سازه‌ای رو میتونه تحلیل کنه، نرم افزارهایی که نرم افزار همکارای مثل انسیس و اباکوس هستش. پس بچه ها دو تا نرم افزار خیلی قوی در زمینه تحلیل سازه، یکی انسیس هستش و یکی اباکوس هستش، که این نرم افزارها بچه ها نرم افزارهای اصطلاحاً همه کاره هستش و صرفاً کاربردهای سازه ی عمرانی نداره، یعنی کاربردهای مکانیکی داره که اینجا میبینید یک در واقع به هر حال یک دستگاه مکانیکی هستش و یک سازه عمرانی نیستش، ولی اینجا هم میبینید حالا به یه مثال عمرانی آورده شده. این نرم افزار اباکوسه و این یکی نرم افزار انسیست هستش، دو تا نرم افزار آماده و تجاری هستش که شکل سازه رو میکشن و بارگذاری میکنن و پاسخ‌ها رو اتوماتیک به دست میارن. ما فعلا بایستی قبل از اینکه از این جور نرم افزارها استفاده کنیم، یک دانشی داشته باشیم که بدونیم اینها تو دلشون چه کاری رو انجام میدن، که ما در این درس یک در واقع یک مرور خوبی بر این زمینه خواهیم داشت. این دسته اول نرم افزار هستش که اینجا میبینید یک در واقع اتصال تیر به ستون هستش که همون جوری که میبینید با استفاده از روش اجزای محدود، یعنی قسمت‌های مختلف تیر و ستون تبدیل شده به قسمت‌های ریز که به هر کدوم از این قسمت‌های ریز میگن یک المان. ما تبدیل کل محیط سازه رو، کل سازه رو تبدیل میکنیم به یک المان‌های ریز و هر المان رو سر جای خودش تحلیل میکنیم و از تحلیل المان‌های کوچیک پاسخ کل سازه رو به دست میاریم. این یه همچین تحلیلی که خیلی تحلیل دقیقی هستش و شاید منطبق بر نتایج آزمایشگاهی باشه بسیار ارزشمند هستش و اصلا چیزی نیست که با محاسبات دستی انجام بشه و ما لاجرم از محاسبات کامپیوتری بایستیم
استفاده کنیم. این دسته اول نرم افزارها هستش که همه کاره هستش و همه جور سازه‌ای رو میتونه تحلیل کنه، ولی شاید این جور نرم افزارها واسه محاسبات مربوط به فرض کنید تحلیل هایی که یک ساختمان رو تحلیل کنید مناسب نباشه. یه همچین نرم درسته پرقدرته ولی کار باش یه مقداری سخت‌تره. یه سری دسته دیگه نرم افزار هستش مثل سپ و ایتپس، اینا هم بچه ها نرم افزارهای تحلیل سازه هستن. اینجا دیگه اتصال تیر به ستون رو فرض کنید نمیخواید در واقع مدل کنید، همین تیر رو به صورت یه خطی میکشیم، ستون رو به صورت یه خطی میکشیم، برخلاف آباکوس که تیر رو وقتی که میخواید ترسیم کنید بایستی بالش رو، زخامتش رو، جان رو، محل اتصال رو، حتی شاید جوش رو، حتی پیچ رو هم مدل میکنی توی آباکوس. ولی توی نرم افزار مثل ایتپس اینا لازم نیست و یک تحلیل کلی انجامه. این البته نرم افزار سپ و ایتپس هر دوتا محصول شرکت CSI هستش، Computer and Structure Inc، که نرم افزارهایی رو برای تحلیل سازه در واقع بیشتر دیولپ میکنه که در سراسر جهان استفاده میشه. نرم افزار سب یه نرم افزار تحلیل سازه به صورت کلی هستش، ولی این تفس نرم افزار مخصوص ساختمان هستش. یعنی در واقع سازه هایی که مبتنی بر طبقه باشه بیشتر استفاده میشه، و سب حالا برای سازه هایی که هم مبتنی بر طبقه هم سازه هایی که مبتنی بر طبقه نباشن، مثل پل، مثل دکل های برق، مثل مخازن، اینها یه همچین سازه هایی رو میان تو سپ مدل میکنن به جای اینکه ایتپس مدل کنن. ولی خب ایتپس چون مخصوص ساختمانه و یک سری آیین‌نامه های اضافی که مخصوص ساختمان رو هست رو داره و ممکنه سپ نداشته باشه، برای کار ساختمانی ایتپس بسیار مناسبتر و ارجح هستش و از لحاظ تحلیلی هم در ورژن های قدیمی سپ نرم افزار قوی تری بود، ولی در ورژن های جدید از لحاظ تحلیلی سپ و ایتپس هیچ فرقی هم با هم ندارن. یعنی یک مدل ساختمانی چه در ایتپس چه در سپ مدل بشه میتونه نتایج یکسانی رو بگیریم، حتی در بحث غیر خطی که البته بحث غیر خطی تو این درس ما با اون سر و کار نداره. به جز سپ و ایتپس یک سری نرم افزارهای دیگه هم هست مثل سایزموستراکت یا سایزموبیل. نرم افزار اینجوری زیاد هستش که شبیه سپ و ایتپس هستش. این نرم افزار سایزموستراکت و سایزموبیل دو تا نرم افزار هستش که محصول شرکت سایزموسافت هستش. این نرم افزار سایزموسافت تقریبا میتونه بگیم که برای دانشجویان میتونه به صورت رایگان استفاده بشه تقریبا همه قابلیت ها، ولی نرازه سپ و ایتپس همون جوری که میدونید در ایران بایستی به صورت قفل شکسته استفاده بشه و بایستی کرک شده باشه. معنیش اینه که تجاری هستش، در صورتی که این نرم افزارا با داشتن یک ایمیل دانشگاهی میتونید به صورت رایگان ازشون استفاده کنید، هرچند اینا رو هم باز میشه خرید، ولی قیمت های اینا هم نسبت به سبایی تبز یه قیمت های خیلی پایین تری داره و البته یه جاهایی اینها امکانات بیشتری دارن و نسبت به این تبز یا سب، و یه جایی امکانات کمتری دارن. مثلا تو بحث طراحی ها اینجا امکانات کمتری دارن، ولی در بحث تحلیل این نرم افزار ها هر دوتا این نرم افزار ها نرم افزار قدرتمندتری هستن حتی نسبت به سب و این تبز، و یک سری تحلیل های انجام میدن که سب و این تبز انجام نمیدن. سایز مستراکت یک نرم افزار کلی هستش، ولی سایز موبیلد بیشتر متمرکز شده روی ساختمان های بتونی و واسه تحلیل سازه بتونی یک سری مدل های خاص و یک سری در واقع امکانات اضافی داره که میتونه به صورت دقیق تری سازه بتونی رو تحلیل کنه. پس این دوتا نرم افزار هم یک سری نرم افزار تحلیل سازه است. به جز اینها باز یک سری نرم افزار دیگه هست که کاملا رایگانه، چون ما از انسیس و در واقع ارزم بود آباکوس شروع کرده، اونا هم نرم افزار تجاری هم پولی هم بچه ها، یعنی خارج از ایران اینا
رایگان نیستن. سب و ایتپس هم دیدید که رایگان نیستن. ولی سایزموستراک و سایزمو دیدیم که حالا با یه ایمیل دانشگاهی میتونه قابل استفاده باشه. حالا من اصلا اگر خواستیم من در اختیارتون قرار میدم به صورت رایگان. ولی یه سری نرم افزارهای دیگه هستن که بیشتر تو دانشگاه ها ازش استفاده میشه. دو تا از این نرم افزارها مثلا به صورت کلی آوردم. یکی نرم افزار مثلا آی دارک هستش. یه نرم افزار دیگه نرم افزار اوپن سیز هستش. حالا اوپن سیز خودش مثلا مخفف اوپن سیستم فور ارثکوک انجینیر سیمولیشن، حرف اول اینا رو گرفتن به اسم اوپن سیز شده. خب این نرم افزارها چه خصوصیتی دارن بچه‌ها؟ این نرم افزارها یکی از خصوصیاتش اینه که اصلا محیطی ندارن. هیچ یعنی چیزی نمیتونی بکشی. واسه اینکه یه تیر تعریف کنی، یک ستون تعریف کنی، باید کد بنویسی. خب این به چه درد میخوره؟ به نظر میرسه که خیلی افتضاح و ضایع است. به نظر میرسه در وهله اول، ولی اینجوری نیست. این نرم افزارا نرم افزارهایی هستند که از لحاظ تحقیقاتی و مدل‌های تحلیلی، یعنی تحلیل سازه، خیلی قوی تر از سب، ایتبز و همون در واقع سایزموبرد و سایزموستراکت هستن. و شاید حالا در لحاظ تحلیلی یه مقدار اون نرم‌افزار آباکوس و انسیس واقعا نرم‌افزار فوق‌العاده قوی هستن، ولی این نرم‌افزار چون جنبه تحقیقاتی هستن، جدیدترین روش‌هایی که معمولا ارائه میشه و محققان در دانشگاه تاپ دنیا یا هر جای دنیا که روش‌های جدیدی معمولا در تحلیل سازه ارائه میدن، روی نرم افزارها پیاده میشن. بنابراین این نرم افزارها معمولا خیلی گسترده، خیلی امکانات قوی دارن. مثلا فرض کن انواع میراگرها، انواع اتصالات، انواع مدل هایی که در واقع اندرکنش خاکسازی، یک چیزای خاصی که در مسائل واقعی هم ممکنه با اونها برخورد داشته باشیم و هیچ نرم افزاری نتونه مدل کنه، توی نرم افزارها وجود داره. یعنی شمایی که به عنوان یک در واقع دانشجوی تحصیلات تکمیلی اومدید، شما هم بایستی بیشتر زومتون روی این نرم افزارها باشه. هرچند همونجوری که عرض کردم خدمتتون، ممکن دوستانی حتی ایتپس رو هم بلد نباشن، ممکنه خب قطعا آواکوس رو هم بلد نیستن، ولی ما هدفمون اینه که انشالله در درس‌های بعدی که ترمای بعد داریم، حالا من خودم به شخصه هم ایتپس رو میگم توی درسی مثل طراحی لرزه‌ای که اگر عمری باشه باتون هم داریم ترم بعد، و توی درسی مثل پایداری سازه من آواکوس رو بهتون میگم. یعنی نرم افزارهایی هستش که حالا من به احتمال زیاد اگه در خدمتون باشم اینا رو بهتون خواهیم گفت، ولی تو این درس ما اوپن سیز رو میگیم که حالا در اسلاید بعدی یک مقایسه‌ای کردیم بین این سری نرم افزارهایی که داریم. اینجا ببینید بچه‌ها، اینایی که با رنگ پس زمینه سبز هستن در واقع نرم افزارهایی هستن که همه جور المانی رو ساپورت میکنن. منظور از همه جور المان چیه؟ المانهای توپر، المانهای صفحه‌ای، اینا انواع المان ها هستن که توی سپ یا ایتبس ما المان های توپر رو مدل نمی کنیم. در واقع بچه ها تو سپ و ایتبس ما مدل هایی که به صورت خطی هستن، یعنی خود سپ و ایتبس یه ستون رو با یه خط مدل میکنه. اصطلاحا به اون خط میگن فریم، با یه قاب مدل میکنه، یک عضو قابی مدل میکنه. ستون رو با یه خط مدل میکنه، تیر رو با یه خط، یه مجموعه خط هستن. پس المان صفحه‌ای رو مدل نمیکنه. هرچند حالا المان صفحه‌ای رو هم حالا جدیداً توش در واقع مدل شده، در واقع المان صفحه‌ای غیر خطی، ولی المان توپر به صورت کلی که هرچند باز هم المان توپر هم باز توش هست، المان سالید بهش میگن، ولی به صورت کلی کارش نیست دیگه. صف و ایتبس کار اصلیشون المان‌های خطی هستش، ولی انسیست آباکوس همه چیز رو ساپورت میکنه، همه جور المان ساپورت میکنه. و حالا اونایی که تحلیل میکنه و طراحی هم انجام میده، یعنی نتیجه مربوط به نیروها رو میگیره و طراحی میکنه، خب نرم افزاری مثل سب و ایتبس هستن. نرم افزاری که محیط دارن، نرم افزاری که دورشون این کادر نارنجی رنگ هست، یعنی اینا همه محیط دارن. حالا واسه
عرضم به حضورتون این کادر در واقع جگری یا قرمز میبینید که اوپن سیز آی دارک بچه ها چی ندارن؟ محیط ندارن، یه محیطی که چیزی ترسیم کنی ندارن، بلکه اینها بچه ها کد نویسی میشه همونجوری که گفتم. ولی اونایی که فرض کن میتونن خاک رو مدل کنن، معمول سب و ای ترس معمولا خاک رو مدل نمی کنه، حالا مگر حالا تو حالت خاصی به جای مثلا خاک فنر بذاریم، مثلا تو این حالتی یه همچین حالتی میشه مدل کرد، ولی خب در کل کارش کار خاک نیست، نمیتونه. ولی نرم افزاری مثل انسیس آباکوس میتونه اوپن سیز کارش اینه، میشه مثلا کلن المان مربوط به خاک رو داره و یک حالتی که بولد کردم فقط اوپن سیز بولد هستش، اصطلاحاً اوپن سورس. اوپن سورس به این معناست که چون این یک خودش یک زبان برنامه نویسیه، این کسی که این برنامه اوپن سیز رو بچه ها نوشته، این کد منبعش رو رایگان تو اینترنت قرار داده، یعنی هر کی میتونه کد منبع اوپن سیز رو تغییر بده. به همین خاطر بچه ها اوپن سیز که محصول شرکت چیز محصول دانشگاه برگلی هستش، برند شده در کل دنیا و همه جا خیلی از دانشگاه از این نرم افزار اوپن سیز استفاده خواهند کرد و انشالله ما هم بعد از اینکه یک کلیاتی از اکسل و مطلب رو بهتون گفتیم، میریم سراغ اوپن سیز که یک نرم افزار فوق العاده است برای کارهای تحقیقاتی، کارهای محاسباتی که انجام میده و تقریبا همه چی رو باهاش میشه مدل کرد. خب پس اینم یک موری بر نرم افزارها بود که حالا دسته این سه تا دسته کلی که آوردم، دسته اول نرم افزارهای تجاری هستن که معمولا پولی هستن، این نرم افزارها، دسته دوم نرم افزار آکادمیک هستن، معمولا دانشگاهی هستن و حالا واسه دانشگاهی یا رایگانه، حالا غیر دانشگاهی هم پولیش داره، ولی اینها نرم افزارهای رایگان هستش. بچه‌ها من اینجا که میبینید اینجا هشتا رو به صورت کلی که معروف هستند رو معرفی کردم، وگرنه نرم افزارهای خیلی زیادی برای تحلیل سازه هست. مثلا همون مجموعه CSI، خود مجموعه CSI مثلا نرم افزار سیف رو داره که برای تحلیل های مربوط به در واقع دال هاست، پوسته هاست، نرم افزار پروکان هستش، نرم‌افزار دیگه ای هست، کلی نرم‌افزار دیگه ای هست که من اینا رو نیاوردم که به صورت کلی همین ها که در کشور ما بیشتر استفاده میشه رو خدمتتون گفتیم. خب این یک کلیاتی از این درس بود. این سرفصل درس‌هایی هستش که بحث‌هایی هستش که ما در خدمتتون هستیم. اول از همه ما یک تحلیل ماتریسی سازه رو به شما خواهیم گفت. یعنی فرض میکنیم که شما حالا اون دوستانی که تحلیل دو داشتن این رو خوندن، فرضمون اینه که حالا یادشون رفته یا به هر حال یا در هر صورت بلد نیستن، حالا دوستانی که کلن ناپیوسته بودن که نداشتن این رو، و این رو از صفر بهتون میگم که این تحلیل ماتریسی سازه به چه صورتی هستش و چجوری انجام میشه. و این تحلیل ماتریسی سازه رو بعد از اینکه گفتیم خواهید فهمید که این تحلیل ماتریسی سازه واسه سازه‌ای که کوچیک باشه، مثلا سازه‌ای که مثلا یه تیر دو دهانه‌ای باشه، یه قابی باشه مثلا دو عضو یا نهایتش سه عضو باشه. تو تحلیل سازه هم دیگه اینجوری بود دیگه، یادتون هست بچه‌ها، قابی بود مثلا یه دو تا ستون بود و یه تیر بود، یه قاب یه طبقه، قاب مثلا سه چهار طبقه رو که دستی تحلیل نمی‌کردید، نهایتش اینجوری بود. تو تحلیل ماتریسی سازه به صورت دستی هم اینجوریه، یه عضو باشه دو عضو باشه دستی میشه تحلیل کرد، ولی وقتی که بشه مثلا 5 عضو، 6 عضو، 7-8 عضو، این دیگه دستی قابل حل نیست. تو این همچین حالتی چون حل معادلات سخت میشه، اینجاست که ما اکسل رو به شما معرفی خواهیم کرد که قسمتی از نرم افزار، همونجوری که میدونید قسمتی از نرم افزار آفیس هستش. دوستان عزیز، حالا بایستی عزیزان من حتما از کامپیوتر استفاده کنن، بنابراین داشتن لپتاپ بچه ها الزامی است. بعد از اینکه ما نحوه حل سازه‌های بزرگتری رو که معمولا به صورت دستی نمیتونیم حل کنیم، مثلا یه قاب، حالا فرض کن چند دهانه باشه،
یه تیر چند دهانه، مثلا 4 دهانه، 5 دهانه، یه مقدار دستی اینا خیلی شاید سخت باشه حل کردن اینا، یا قاب مثلا فرض کن 5-6 عضو باشه، 7-8 عضو باشه، مثلا 2 طبقه باشه، اینا رو با اکسل میشه حل کرد. ولی تو اکسل هم خواهیم دید که اگر سازه بزرگتر بشه، چند دهانه بشه، چند طبقه بشه، تعداد اعضا مثلا بره رو 20 تا 30 تا، اینجوری اکسل هم خواهیم دید که اکسل هم سخت میشه ازش استفاده کرد. سازه که بزرگتر بشه، مثلا یه سازه معمولی، خب سه بعدی هست، اما فرض کنید یک قاب سه بعدی، مثلا ساختمان یا آپارتمان 5-6 طبقه رو ما یه قاب دو بعدی رو جدا کردیم، مثلا 3-4 تا دهانه داره با 5-6 تا طبقه. خب این یه همچین چیزی رو هم حتی با اکسل سخت تحلیل کردم. خب توی همچین حالتی من میایم رو مطلب کار خواهیم کرد. تو مطلب چون یک زبان برنامه نویسیه، ما یک مقدمه بر مطلب خواهیم داشت در حد 2-3 جلسه. این مطلب بچه خیلی مهمه، کدنویسی هستش و حتما بایستی کدنویسی یاد بگیرید به عنوان یک مهندس سازه. و بعد از اینکه مقدمه از مطلب بهتون گفتیم، میایم بهتون میگیم که چجوری تو مطلب میتونیم تحلیل سازه رو انجام بدیم. تقریبا دیگه تو مطلب میتونیم بگیم که محدودیتی نداریم، یعنی چون کدنویسیه خیلی راحت میتونیم هر تعداد طبقه، هر تعداد دهانه، هر چیزی که باشه رو با مطلب تحلیل کنیم. ولی تحلیلی که انجام میدیم اصطلاحاً تحلیل خطی هستش، یه سری محدودیت‌ها رو داره چون اصلا ما نخوندیم. بنابراین خواهید دید که مطلب یک نرم افزار فوق‌العاده قدرتمند هستش و محدودیت‌هایی که توی اکسل داریم رو دیگه برطرف می‌کنه. خب بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم، میایم یه مقدمه بر اوپنسیز خواهیم گفت که و بهتون خواهیم گفت که اوپنسیز یه نرم افزار دیگه خودش تحلیل سازه انجام میده. یعنی تو مطلب ما ممکنه 100 خط کد بنویسیم که بر یک تحلیل سازه رو انجام بده، 200 خط کد بنویسیم، ولی تو اوپنسیز میبینید با 20 خط کد، 30 خط کد، حالا یا 30 خط 40 خط کد مثلا همچین کاری رو انجام میدیم. و اگر بخوایم مثلا تحلیل‌های پیشرفته تری رو انجام بدیم، یه چند خط، 2-3 خط دیگه اضافه میکنیم. یعنی ممکنه تحلیل غیر خطی هم انجام بدیم تو اوپنسیز، ولی با اضافه کردن نهایتش 2-3 خط کد. چرا؟ چون تو اوپنسیز فرض کنید کارهایی که مربوط به تحلیل غیر خطی هستش و اصلا همین محاسبات ماتریسی که ما تا مطلب بر اساس محاسبات و دانشی که از تحلیل ماتریسی داریم استفاده خواهیم کرد، ولی تو اوپنسیز دیگه این کار رو نمی کنیم، چون خود اوپنسیز این کارا رو انجام میده. یعنی میاد ماتریس سختی رو اتوماتیک حساب میکنه، خودش اتوماتیک اسمبل میکنه، خودش اتوماتیک در واقع این کارا رو انجام میده. ولی خب یه چیزای دیگه به صورت اضافی واسه تعریف کنیم که اینجا متوجه میشیم که اوپنسیز در بحث تحلیل سازه فوق‌العاده قوی‌تر از مطلب هستش. و در یک جاهایی ممکنه احتیاج باشه که مطلب با اوپنسیز لینک بشه، نحوه لینک رو بهتون میگیم و یک سری مثال‌هایی از اوپنسیز، مثال‌های واقعی رو میگیم که متوجه بشید به چه صورت تحلیل سازه انجام میشه. خب مراجعی که داریم، من 2 تا کتاب خدمتون گفتم، اصلش البته من 4 تا مرجع معرفی کردم. یکی کتاب فاینت المنت، که این کتاب فاینت المنت ضروری نیست این کتاب اول. چرا؟ چون من اونای در واقع این پایه‌ای شاید بر تحلیل ماتریسی باشه، ولی اگر دوستان بتونن یه نگاهی به این بندازن، کتاب خوبی هستش، کتاب لیو و کویک، که اسم کتاب فاینت المنت متد پرکتیکال کورس هستش، یه کتاب خوبی هستش. حالا شما ترمای بعد که حالا همین درس رو دارید ممکنه همچین کتابی رو بخونید، این کتاب ضروری نیستش. ولی کتاب دوم که در واقع کتاب مقدمه بر اکسل برای مهندسان هستش، این کتاب خوبی هستش. ما این کتاب رو حالا PDFش رو بهتون میدیم، این شکل کتاب هم که اینجا میبینید، این کتاب خوبی هستش، قشنگ اومده مسائل مهندسی رو گفته، مثال های زیادی رو روش، حتی جلدش هم میبینید که یک در واقع
قاب رو تحلیل کرده، نمودار برش خمش رو ترسیم کرده، کتاب مفصلی هستش، ما یه قسمت هایی رو ازش میگیم، یعنی حتی ما خیلی دیگه وارد این نمیشیم. اینجا تازه میبینید حتی اومده یک دال رو هم تحلیل کرده که ما وارد بحث دال و اینا نمیشیم، یعنی کتاب مفصلی هستش در مورد، مخصوصا مثال های سازه‌ای و مثال های جالبی داره، ولی ما یک در واقع موری بر اون قسمت هایی خواهیم کرد که به درد خودمون خواهد خورد. و کتاب بعدی، یعنی این یه قسمتی از در واقع یکی از مراجع اصلی اینه، ولی خب به هر حال ما خودمون هم اکسل رو از صفر شروع خواهیم کرد، یعنی ما یک جلسه اولی فرض میکنیم که دوستان با اکسل آشنا نیستن، که هرچند میدونم خیلی از دوستان آشنا هستن با اکسل، ولی خب ممکنه بعضی از دوستان آشنا نباشن. ما اکسل رو هم از صفر شروع خواهیم کرد و بهتون میگیم همین چیزی که داخل کتاب هستش، و اگر دوستان بتونن این نگاهی به این کتاب بندازن، کتاب خوبی هستش. و قسمت بعدی، یعنی ما اولین مرجعمون در واقع میتونیم بگیم اینه، اولین مرجعمون اینه که کامل نمیخونیم، یه قسمتایی رو میخونیم، بعد از اینکه این قسمت رو تموم کردیم کتاب مربوط به کتاب مطلب هستش. این کتاب عنوانش هست مطلب کودز فور فاینایت المنت انالیسیس سالیدز اند استراکچرز، که به این صورت هستش، نوشته کودهای مطلب برای تحلیل المان محدود واسه سازهای توپر، برای سازهای توپر و سازهای عادی. این کتاب خیلی خوبی هستش، ما نحوه کدنویسیمون رو از این کتاب به شما آموزش میدیم، یعنی ما روشی که استفاده خواهیم کرد که چجوری ماتریس ها رو تشکیل بدیم، چجوری ماتریس ها رو سراهم میکنیم، از روشی که در این کتاب استفاده شده در واقع استفاده خواهیم کرد. ما تو این کتاب یه فصل اولی داره که مقدمه بر مطلب هستش، من مقدمه مطلب رو خودم جدا میگم، و در فصلهای بعد اومده در واقع نحوه تحلیل فرض کن خرپا رو گفته، قاب رو گفته، بعد رفته تو پوسته، بعد الان مباحث دیگه ای رو داره که من فقط قسمتهای خرپا و پوسته و تیر رو بهتون میگم، این قسمتها رو بهتون میگم و بقیه قسمتها رو نمیگیم، و یه جوره شاید یه قسمت هسته اصلی درسمون در واقع این دوتا کتاب هستش. بعد از این من اوپنسیز رو بهتون میگم، اوپنسیز کتاب خاصی نیست، یه سایتی داره، همون سایت مرجعی هستش که رو دانشگاه برکلی هستش، که باز هم من خودم اینا رو بهتون میگم. در نهایت بچه ها این مراجع رو دادم بتونید بررسی کنید، فوق‌العاده عالی میشه، ولی من در واقع خودم جزوه میدم و همین جزوه خودم تا حد زیادی کفایت میکنه. خب نحوه نمره دهی، بچه ها دقت بفرمایید، نحوه نمره دهی، یکی این که عرضم به حضورتون بایستی حضور داشته باشید سر کلاس، حضور داشته باشید و فعال باشید، ممکنه سوال بپرسم، ممکنه در واقع کویزی داشته باشم که اینها رو هم دیگه اینجا نوشتم 20 پوینت، حالا این پوینت هایی که دارم رو من حذف میکنم، بهتون میگم که چرا. اینا مربوط به موقعی بود که حضوری بودیم، اینا رو یادم رفته که تغییر بدم این نمرات رو. خب این پوینت ها رو حذف کردم که امتحان پوینتر اینجا نصف نمره بوده. خب ببینید عزیزان من، خب این دو تا قسمت اول که حضور فعال در کلاس و کویز ها هستش، این رو معمولا شاید یک یا دو نمره بهش اختصاص بدم. قسمت مهم درس بچه ها تکلیف و پروژه، ببین assignment میشه تکلیف و پروژه and project، این دوتا یه مورد هستش که چقدر از نمره شما رو تشکیل میده، چون کلاس های ما بچه ها میدونید که دیگه آنلاین هستش و ما بایستی در طول ترم شما رو ارزشیابی کنیم، این قسمت تکالیف 50-60% نمره شما رو تشکیل میده، یعنی 10-12 نمره شما رو چی تشکیل میده بچه ها؟ تکالیف، که حالا انشالله جلسه بعد که اولین جلسه باشه ما اولین تکلیف رو بهتون خواهیم گفت. حالا این به صورت استانداردی بچه ها
این کلاس در واقع در هفته 2 ساعت تشکیل میده، 16 تا جلسه بایستی تشکیل بشه. ما تو این 16 جلسه حدود 10-12 تا تکلیف و پروژه بهتون میگیم که این 10-12 نمره شما رو تشکیل میده. خب امتحان میان ترم به احتمال زیاد نداریم چون کلاس حضوری نیست و بجز دیگه حالا یکی دو نمره مربوط به این قسمت 10-12 نمره تا اینجا، یعنی تا قبل از امتحان پایان ترم بچه‌ها حدود 13-14 نمره کلاس اختصاص داده میشه، یعنی قبل از امتحان. حالا خدایی نکرده اگر یکی از دوستان در کلاس حضور نداشته باشه و تکالیف و اینا رو انجام نده قبل از امتحان پایان ترم، خدایی نکرده افتاده، پس امتحان پایان ترم به هیچ وجه کفایت نمیکنه. و همونجوری که میدونی بچه‌ها نمره قبولی در دروس ارشد چند هستش؟ 12 هستش، یعنی حداقل نمره قبولی 12 هستش و نمره مشروطی هم خدایی نکرده نمرات زیر 14 مشروط هستش. پس بچه‌ها ما از جلسه بعد ما تکالیف رو خدمتتون خواهیم گفت.